همه عزیزانی که در هر جای دنیا دارین زندگی میکنین به ما رو میبینین امیدوارم که شب و روز خوبی داشته باشین وقتتون بخیر ایمان داریم که سال سال پیروزی ایرانی است و ایمان داریم که امسال سختی ها بالاخره میگذره خب شمالی های عزیز شما چطورین؟ شما هم خوبین؟ امیدوارم که تو این سرمای زمستون هرچیم که برف نیومده هنوز توی لایجان و توی گیلان مازندران ولی هوا سرد شده ما میبینی صدامون یه ذره گرفته برای اینکه سرماخوردگی بیش از حد اینجا همه فلو گرفتن ما یکی از اونا یک هفته مریض بودیم امسال سال 2019 اولین برنامه ای منه که دارم شروع میکنم اینجا در خدمتتون هستم به کارگردانی آقای یاسر عزیز ما که زحمت بسیار میکشه برای ما ممنونیم ازش هر حال سرما خوردیم صدامون اگه یه ذره نارساست ما رو ببخشید چون من میدونم من صدام خیلی قوی تر از اینه ولی الان چون صدام گرفته دیگه تو این سرما خوردگی دیگه نمیتونم اونجوری صحبت بکنم ولی خب سعی میکنم که خوب صحبت بکنم برحال موقعیت حساسیه در ایران حقیقتا موقعیت حساسیه در ایران مردم ما باید از این بیتفاوتی بیام بیرون از این بیهسی باید بیام بیرون مردم ما میسی که آمپول بیهسی به ایشون زدن باور بکنین ولی بیزار برنامه رو با دعای آغاز بکنیم که خداوند ما رو هدایت بکنه امروز بینیم چی میتونیم چی بگیم که هم به قلب شما بشینه هم خداوند از ما راضی باشه خب خدای شکر گزار سپاس گذارم برای این وقتی که به من دادی پدر آسمانی شکرت میکنم برنامه من تحت کنترل حمایت خودت بگیری خداوند به من هدایت بکن تا بتونم حداقل خداوند بتونم این خادم کوچیکت اون جان چیزی که خاص اراده توست خداوند از زبانم بیرون بیاد و هرچی از زبانم بیرون بیاد نام تور جلال بده ای خداوند ای روی پاک مسیح خداوند منو هدایت و حمایت بکن تا بتونم کلام تو به قلب ها بشونم خدا خداوند به تو آبیاری بکنی شکر می کنم ای خداوند بقیه وقت منو برکت بده به قدرت نام عیسی مسیح آمین خب عزیزان امیدوارم که تا سال خوبی داشته باشین داشتین و دارین به سال نیویرم خوش گذشته باشه به همه شما عزیزان ایمان دارم که خوش گذشته به همه شما ها. ایران ما الان در وضعیتی است که آشفت بازار شد یعنی ملت ما اگر باهوش نباشن حقیقتا اگه ملت ما یه ذره متوجه چیزی نباشن ببین هر روزه دارن پولار اینا رو میدوزدن میبرن برای اینکه اینا الان اومدن که میدونن جسد خودشون افتاده دیگه رو به موته یه نفر باید بیاد این جسد ورداره ولی ملت ما هنوز قبول نکرده که این جسد واقعا داره می میره و مرده است باید این جسد بیایم قبرش کنن خود دولت مردان میدونن که خودشون مردن کارشون از بین رفته ولی ملت ما هنوز باور نکردن بس بیزا شعر ما رو بخونیم بیایم یک سره بریم روی کلام از کلام صحبت بکنیم و از وقایای امروز ایران میگه به چی میاندیشی به غمت به چی میاندیشی به غمت زندگی میگذرد به دنیای قشنگی بنگر که در آن نور خداست که پر از شادی هاست که پر از نیکویی است که خدا هست فرمانده او به خداوند بنگر تا شوی شاد به نام عیسی شادی کنی بس به چی می عزیز من به غمت نه اینقدر به غم و گرفتاریت اندیشه نکن چون خداست فرمانده تمام کهکشان فرمانده زندگی ما اگه به خداوند متکی باشیم به عیسی مسیح متکی باشیم ایمان داریم که خداوند ما رو به پیش میبره چون این دو خط سخت بود این سخت شعر دیگه هم سختیه میگم میگه زمانه زمانه مسیح است یعنی عیسی مسیح داره میاد صلیب ندای مسیح است هر کی صلیب خودش باید داشته باشه که عیسی مسیح داره میاد بدون خادم خوبی باشه میگه دلها به یاد مسیح است همه ما انتظار آن میکشیم که عیسی مسیح بیاد درهای قلب باز برای مسیح است واقعا درهای قلب ما را باز گذاشتیم که عیسی مسیح بیاد تا حقیقتا زندگی ما تحول ایجاد بشه واقعا بتونیم در این زندگی اون آرامشی که می‌خوایم داشته باشیم خداوند به ما بده میگه شفا و برکت از خداست به نام خداوند مسیح است دلها برای مسیح است فیض خدا از مسیح است آمین که فیض خدا از مسیح است هر چیزی به نام عیسی مسیح ما میتونیم از خداوند پدر بگیریم اگر حقیقتا ایمان داشته باشیم حقیقتا ایمان داشته باشیم باعث ایمان داشته باشیم که خداوند فرمانده تمام دنیا به زندگی ماست اگه کسی هم باور نداره دیگه ما هرچی میگیم اونا میزنن به این ور اون ور میگه وقتی بهتون میگیم که به هر رای کجی هر رای رای اصلی نیست اینه ولی من یک تو فیسبوک یه دونه کوچی گذشته بودم واقعا این روزا من هر وقتی میام کلام بخونم اگه اونجوری که تو قلبم اومد کجا رو بخونم که میخونم ولی هر جایی که قلبم نیومد باز کردم همش اومده زمانای آخر حتی امروز صبحم اومد باز زمانای آخر نه کتاب من جایی علامت داره که باز بکنی اون بیاد نه هر کاری این روزا من باز میکنم باور بکن میخواد زمانای آخر بیاد شما برین یوتیوب رو نگاه بکنین ببینین این که همه رو به هم میچسبونن آسمان زمین به خشم اومده طوفان ها میشه یه دفعه همینجوری داره میرین کو نمیدونم دریا باز میشه کو باز میشه یه دفعه همه میریزه آتش فشان ها داره میشه تو آسمان ها چیزهای عجیب میبینین حالا میگیم زمین خود تحولات زمینه نمیدونم اون باز میتونه یه ولی تو آسمان ها چی؟ اون هم تحولات جویه به هر حال از ما گفتن از شما شنیدن به خودتون فکر بکنید ما آدمایی نیستیم که بیایم اینجا زور بگیم به کسی چون عیسی مسیح به هیچ کسی زور نگفته عیسی مسیح با آرامش خودش اومد میخواد کوچو گفت عیسی مسیح و گفت من آمدم خدمت بکنم نه خدمت بشم حقیقتا هم عیسی مسیح وقتی تو می طلبی عیسی مسیح عیسی مسیح در زندگی میاد کار انجام میده برات حقیقتا خداوندی هست که هر وقت صداش بزنی آماده است که پیش تو باشه دزدی ها زیاده تو ایران بیزار من اصلا برنامه ای منو میخواستم اول چون برنامه گب گفتگوی خودمونی کلگه به همش اینجوریه 20 دقیقه در رابطه با این برانور صحبت میکنم و 20 دقیقه دیگر یا 25 دقیقه دیگر به از کلام میام ولی همیشه میخوام الان از اول از کلام برم که به این ایران ما میخوره و به این حکومت مردانی که ظالمانی که زهاکان زمانی هستن که اومدن ایران نابود بکنن و دارن نابود میکنن هر روز دارن ازش میدوزدن یک نفر آدم هر روز دو... هر هفته 250 پنجام میلیون دلار میبره حالا چی اون همه مقام ها که همینجوری دزدی میکنن شما مردم باید به هوش باشید هوشیار باشین روزا روزای سختیه میخوام پولای شما را از خانه که کی... تو خانه داریم بگیرن مثلا براتون بانگ های جدید باز میکنن میگن سپرده بیزارین در اون اینجا بهتون نمیدونم منفعت میدیم اینجا بهتون مثلا ده میلیون بیزارین اینقدر پول بهتون میدیم در صورتی که اینا همه سیاست ایناست آخر داره میفتن شاپینگ سینتر براتون میسازن میگن بیان سرمایه گذاری بکنین اوراق قرضه بهتون میفروشن میگن بانک های جدید محسسات جدید باز میکنن میگن بیاین سپردهاتتون بدین اونجا پولاتونو رو اونجا که سیف باشه در صورتی که هیچ بانکی در ایران امروزه سیف نیست چون کفکیر به تای دیک خورده اینا هیچ پولی ندارن به مردم برگشت بکنن شما ملت ایران باید به هوش باشین پولاتونو نذارین اینا همه گول زدن شماست شما رو دارن گول میزنن که پولاتون رو بکشن بیرون بیارن, بیرون میگن آقا ما اینجا یه شاپینگ سنتر باز کردیم بیاین س... پولاتون از اول بریزین اینجا پیشخرید خرید بکنین فلان بکنین سپورده بذارین اینجا یا مؤسساتی یا بانکایی باز کردیم که برای خون میدن همه اینا کلکایی است که میخوام آخر آخر زمانی که پولاتونو رو دارن بیارن بیرون آخر زمان خ... حکومته یعنی حکومت حقیقتا خودشون باور دارن افتادن ولی ملت ما باور ندارن که حکومت افتاده از اول امسال گفتم شعار ما باید, باید باید یک قدم تا پیروزی حقیقتا هم یک قدم تا پیروزیه یعنی شما یک قدم بیزاریم بیرون میلیونی نه بایشون نمیدونم درگیر بشین نه جایی رو داغون بکنین هیچ فقط یک قدم بیذاریم بیایم بیرون باور بکنی اینا میفتن چون افتادن نایی ندارن بیان شما رو بزنن ببین تمام همه جا تظاهراته چرا؟ چون پول ندارن به ایش کس بدن معلمین، کارگران، هواپیمایی، کشتیرانی نمیدونم احواز، کارگران نمیدونم راهن همهشون چون پولی نیست که بهتون بدن چون هر روزه دارن اینا میدوزدن یه نفر به نام انصاری میدوزه یه نفر به نام لاریجانی همه به لانه زنبور وصله به خامنه ای وصله یک نفر آدم آدمی که است که همه از طریق اون دارن همه میدوزن ببین باور بکنین این که دارم میگم حقیقته تمام این بانک ها پولشون همه تموم شده پولاتونو نمیتونن نمیتونم برگردونن شاید چه چند ماه دیگه به شما بدم بعدن دیگه پولاتون هم از بین میره پس پولاتونو بیاریم بیرون بگی آقا ما اگرم میگن نه ما پول نق نداریم بگی آقا چک بدیم به من حواله بدیم من این پول ببرم بذارم بانگ مثلا ملت بذارم بانگ ملی بذارم بانگ مرکزی بانگایی که واقعا مال دولت خوبه حالا اونا یه ذره باز رو پاشونن ولی این پولاتونو در بیارین حقیقتا برین پولاتون رو در بیارین دو ماه سه ماه دیگه پولاتون رو میخورن هیچ هم بهتون نمیدن حال مردم به هوش باشین با هوش باشین که هوشیاری این روزا واقعا احتیاج دارین که هوشیار باشین یک قدم تا پیروزی امروز میخوام از میکای نبی از عد عتیق از باب هفت براتون بخونم که میگه فساد اخلاقی البته به اسرائیل اون موقع میخوره ولی الان به ایران ما میخوره فساد اخلاقی تمام این دولت مردان ببین بی ما ملت میزگی بیهیس شدیم یعنی میگه آمپول بیهیسی با ما زده و همه ما من منتظریم که دستی از آسمان بیاد ما رو نجات بده دستی غیب بیاد ما رو نجات بده نه هم هم توی یه قدم تو باید ورداری بیای بیرون تا خدا کمکت بکنه پیروز بشی یک گلولم به طرف شما نمیاد اینا همه دروغه که اگه شما بیاین بیرون این حکومت بیفته نمیدونم دایش میاد یا همه چرت پرته چون بعد از پنج سال شما وقتی بیاین بیرون حکومت عوض بشه من بهتون قول میدم قول میدم بعد از پنج سال ایران از اون اول هم شانشایی که بود بهتر میشه چون ایران اینقدر خدا ثروت داده به این ایران ها اینقدر ثروت داده داره چهل سال اینا هر روزه دارن میدوزدن از این کشور اون موقع عربا میخواستن به ایران حمله بکنن میگفتن بریم بهشت ایران میگفت برای اونا بهشت بود چون اونا تو سرا بودن دیگه توی بیابون زندگی میکردن نشین بودن چیزی نداشتن که اینجور آب و هوا و نمیدونم ثروت و مردای خوشکل زنای خوشکل این چیزا نداشتن که اینا چیزی نمیدیدن تو سرا که آدم های وحشی بودن اون موقع اومدن به شما حمله کردن الان 1400 سال روی اون وحشیگیری روی اون مکتب ما استادیم حرکت هم نمیتونیم بکنیم هیچ کدوم هم حاضر نیستیم در اون را بریم تحقیق بکنیم لاقل بخونیم بینیم واقعا این چیزی که با ما خوروندن حقیقت داره یا نه هیچ کدوم ما دوست نداریم بخونیم همینجوری سرسری قبول داریم و بدمون بیاد کسی حرف بزنه بدون میاد میگه چه مصیبتی من مانند شخص گرسنه ای هستم که روزی روی درخت ها میوه ای نمی الان ملت ایران ما اینجوریه گرسنه ای شدن که واقعا روی درخت ها میوه ای یا روی خانه های خودشون توی خانه های خودشون نه خوشی نه خوراک سالم نه هوای سالم هیچ چی رو نمیبینن حقیقتا نمیبینن روزا روزای همونه و بر تاکا انگوری پیدا نمیکنند هیچ انگور و انجیری بر درختها باقی نمانده است چیزی باقی مونده دیگه توی ایران ما اینا نه باشن همه روزه دارن میدزدن همه روزه دارن میدزدن هر هر لحظه ملت پول شما آبروی شما داره ریخته میشه الان هم به غلطکاری افتادن میگن که خوش، ولی خوش هم میاد از ترام وقتی اینا میگن میاد همینجوری میگه سیاست به خرج نمیده که مثلا از پشت پرده بره میاد میگه دیدی اینا میخوان بیان, با ما صحبت بکنن ها اونا به تحت پته میفتن چون میان میگه دیگه مثل اوباما نیست که به قول پرویز سیاد میگه که من یک بار در امریکا رفتم رای دادم برای رئیس جمهور اونم برای اوباما بود که پشیمون شدم که اینقدر خیانت کرد به امریکا به تمام دنیا ولی الان بعضی ها میگن یه حرفها چیه بهترین آدم باشه آدمی کار نداریم از کاری ما کار داریم انسان انسان خوبیه امکان داره انسان خوبی باشه ولی از نظر کاری ما میگیم ببین همه میگن که ترامپ دیوانه است چرا میگن به خاطر میگن که چرا میگه که الان 21 روزه یا نمیدونم 20 روزه دولت تعطیل کرده تمام همه جا همه جا تعطیلن حقوق نمیتونن بگیرن زور میگه که پول بده من مرز و بردر مثلا همه رو چیز بزنم همه رو دیوار بکنم این ببین ما ایرانیا معمولا ما ایرانیا کسی که به ما راست میگه قبول نمی کنیم بیشتر دروغ باور می کنیم ترام اومد در مبارزات انتخاباتی خودش وحده داد به ملت آمریکا روی اون وعدم برنده شد حال اومده تمام اون وعده هایی که مردم به مردم داده بود میخواد عمل بکنه حالا زور میگه یا هر کاری میگه گفته بود آقا من مرزا رو همه رو دیوار کشی میکنم روی اون وعده هم ایستاد الان هم میگه آقا پول بدیم من, من دیوار بکشم حالا چقدر برد داره این دیوار کشی یا نداره من اونو اصلا کار ندارم که مردم از دیوار صد میتری هم میپرن این بار اونوار میان اگه کسی بخواد بیاد ولی دروغ نگفت که حقیقت گفت هر چیزی گفت داره انجام میده ولی ما ملت ایران دروغ باور داریم میسه آقای روانی اومد هر وعده ای داد همه دروغ بود یک دونه عمل نکرد ولی ترامپ داره عمل میکنه این باید رئیس جمهور باید اینجوری باشه هر وعدهی که داده روی وعده خودش باشه عمل بکنه ما ملت دروغ بیشتر دوست داریم تا حقیقتو میگی هیچ آدم خوب و پریزکاری روی زمین یافت نمیشود حقیقتا شما میبینین الان چقدر آدم ها عوض شدن به خصوص در ایران شما آدم خوب میبینین هستن؟ نه نمیبینین ولی بیدای سرود بشنویم سرود خوب بشنویم بعد بیایم باتون صحبت بکنیم برمیگردم به شما حضور تو همچون نصیب می برد مرا به عمق تازه از حضور می کشد مرا حضور تو چون نصیب میبرد مرا به عمق تازه از حضور میکشد مرا حضور وجودم را پرساز از حضورم پرساز وجودم را پرساز از حضورم جاری شد در ما روح القدس جاری شد در ما Ma mi moro de col zielam se درود دوباره به ملت عزیز ایران بله داشتیم از میکا از باب هفت از آیه یک داریم میخونیم فساد اخلاقی چقدر فساد اخلاقی این روزا تمام دنیا رو گرفته بخصوص ایران ما رو میگه هیچ آدم خوب و پریزکاری روی زمین یافت نمیشود همه میخوان به هم دروغ بگن همه میخوان به هم کلک بزنن همه میخوان زیر آب هم دیگر بزنن همه میخوان بلاخره یه جوری سر تو کلا بیزارن چون دنیا دنیای نامردیه به خصوص تو ایران که هیچ کس به هیچ کس رم نیست واقعا میگه همه قاتلن این حکومت داره بین چقدر قتل و غارت میکنن تا حکومت خودشون نگه دارن کلام خداوند هر چیزی میگه حقیقت میگه برای این پول و این مقام بین بی چی کارا دارن میکنن آدمی دختر اگه معاش اینقدر معلوم بشه چی میکنن میگیرن بدبخت و میبرن زندان چقدر تعود میگیرن آدمی که بر علی خامنه ای بقدر یک کلیم بگید تا مرز اعدام هم بدبخت میبرن میکشن ولی این همه آدما دارن قتل میکنن میگیرن میکشن و دزدی میکنن هیچ کدومشون رو نمیگیرن محکوم نمیکنن همه قاتلن و برای برادران خود نقشه قتل میکشن مگه ایرانی هموطن نمیگه برادر خواهر که همه نقشه قتل هم می میکشن همه نقشه سرنگونی یکدیگر رو میکشن اگه ما اتحاد داشتیم اگه متحد بودیم که نمیذاشیم همچین رژیم فاسد چهل سال دوزی بکنه غد بکنه ما رو بکشه این همه مردم بباره تو جنگ علکی بکشه الان هم همه زیرشی میزنن میگن همه اشتباه بوده این همه مردم جوان ها رو بکشتن دادن میگه اشتباه بوده دستاشان برای ارتکاب گناه مهارت دارد این برادران لاریجانی این رئیس دادگستری میگی که اگه ما مردم مخالفه ما مر، مثلا به مردم هر چی میخوایم بگیم میگیم آقا ما تو باید این کار بکنی حتما بکنی دخالت میکنیم تو کار مردم اینو امام زمان به ما گفته و چون به مردم دخالت میکنیم در زندگی مردم از آخرت شما اونجا پوان مثبت میگیرید ببین چی حرفایی میزنن زور میگن مردم میکشن پولشون میدوزن میگن که آخرت اونجا براتون معافی میگیریم ما باعثی این کار بکنیم حکم غازی هر دو رشوه میخوان حاکم و غازی هر دو رشوه خوارن هر دو رشوه میخوان چقدر این لاری یا پول دزدیدن چقدر خونه و لند مردم دوزیدن این باغ و زمین های مردم خوردن کدومشون سالمن شما یک کدومشون نشون بدیم یه سالمن همهشون دزدن همهشون قاتلن همهشون جنایتکارن امروز هموطن من نشین بگو که اون همسایه من بود اگه یه کاری باش کردن فردا نوبت تو هم میشه همه ای ما بشینیم نوبت همه ای ما میشه اینا الان افتادن حاضر نیستین حتی مردشون رو باور نمیکنین که اینا افتادن آدم های پولدار با آنها رشوه میدن و میگویند چی میخواهند و آنها نیز برای انجام خواستهای جان نقشه میکشند دیدین این آدمای حاکمان میان یه نفر پیدا میکنن به اینا پول میدن میگن برو فلان کار بکن برای ما برو سکه بخر برو دلار بخر بعدا هم اینا رو میگیرن میبرن میگن این سلطان سکه بوده این نمیدونم غارتگر نف بوده یکی نمیدونم دزد دلار بوده خودشون دستشون تو کاره بعدا یه نفر میارن اینجوری علم میکنن میکشن میگن که این آغار بود که ما گرفتیم تموم شد یعنی مردم باور بکن همین جوری دارن گول میخورن همین جوری دارن هر چقدر بهشون ظلم میکنن همین جوری هم دارن میرن جلو میگم که یه آمپول بی به این مردم زدن دروغار بیشتر باور میکنن تا راست حتی بهترین ایشان مثل خار میباشن کدومشون تو دولت مردا هستن شما بگیم بهتر از همه هستن میگی خدا میگی بهترین اینا تو خارن اینا تو دستتون میرن خارن تو پایتون میرن تو چشمتون میرن هر روزه دارن تو چشمتون میرن رو پایتون میرن رو دستتون میرن خاری هستن بر تمام ایران کاسپین از دست دادن نمیدونم که جزیره کیش از دست دادن نمیدونم خلیج فارس دارن از دست میدن اونم فکر کنم دادن به چینیا. همین جوری واشین تیک تیک میدن به خاطر که فقط به قدرت ببین الان دارن اینا مینت میکنن امریکا رو که بیان اینجا مثلا دارن میافتن دیگه اقتصاد داغون شد بیان با اینا بشینن مذاکره بکنن ببین ترام در جام میگه میگه که اینا دارن میافتن اقتصادشون داغون شده با ما میگن که بیاین با هم مذاکره بکنیم ولی روز مجازات آنها فرا رسیده و همه آشفته خواهند شد حقیقتا روز آخر اونا رسیده ما باور نداریم ما ملت باور نداریم حقیقتا خداوند پایان داده به حکومتشون فقط شما یک قدم تا پیروزی یک قدم تا پیروزی داریم همه میلیونی بیاین تو خیابون از این رژیم نکبت و زعاک راحت بشین هر روز جووناتون دارن میکشن چی به وسیله تصادف چی به وسیله تجاوز چی به وسیله نمیدونم هر وسیله که شما فکرشو بکنین جوونا رو دارن میگیرن میکشن اگر هم چهار تا مغز فرار میکنن میان برای هیچ کس این حکومت احترام قائل نیست هیچ امیتی هم نمیده که جون آدما بمیرن نمیرن فقط حکومت خودشی میخواد قدرت خودشون میخوان و دزدی های خودشونه هر روزم دارن از این ایران میدوزدن به وسیله دلالای ایتالیایی با وسیله دلالای انگلیسی با وسیله دلالای آلمانی توی تمام این کشورهای اروپایی اینا پول میبرن هتل دارن شاپینگ سنتر دارن هواپیمایی دارن نمیدونم خونهای مختلف خریدن یک ایده آدم قاتل و جانی اونجا هستن بر مال و جان شما دارن میدوزن میبرن میخورن میکشن ما هستیم نشستیم من تکلیف دارم برای شما تعیین نمیکنم من کسی نیستم اینجا بیام بخاطر برای شما تکلیف تعیین بکنم ولی دلسوزی واقعا این از تای دلم دارم میگم من برای شما خوشبختی آرزو دارم برای شما میخوام که ایرانی من سرفراز باشه ایرانی من سربلند باشه هر جای دنیا میره بخصوص در کشور خودش دعا میکنم به نام عیسی مسیح که هر روز هر ایرانی در آرامش خدا و در پیروزی زندگی بکنه من اینه میگم دور از حقیقت نیست یک قدم تا پیروزی حقیقتی است که خداوند میگه یک قدم تا پیروزی یک قدم تو بردار بیا میلونا بیا تو خیابون خدا بقیه کارا برای تو انجام میده اونا از وحشت فرار میکنن اینا مرده هستن مرده متحرکن افتادن تموم شده کارشون فقط این جنازه رو باید ور یه همت میخواد فقط مگه به هیچ کس اعتماد نکن تو میتونی تو ایران به هیچ کسی اعتماد کنی به فرزنده نمیتونی اعتماد بکنی به پدر مادر نمیتونی به خواهر نمیتونی به برادر نمیتونی به همکار و دوستت نمیتونی اعتماد بکنی چرا به این روز رسیدیم نه به بهترین دوستت نه به حتی به همسرت زیرا در این روزگار پسر به پدر ایانت میکند هست همینجوری یا نه این چیزی که کلام خدا داره میگه دختر به مادرش مخالفت میورزد عروس با مادر شوهرش دشمنی میکند آری آل خانه شخص دشمن دشمنان او میباشد حتی من در خانه خودم امنیت نداشته باشم چی ببین چی روزی به روزگار ما آوردن که در خانه خودم امنیت ندارم از پسرم میترسم از دخترم میترسم از شوهرم میترسم از همسر زنم میترسم از همسایی میترسم از دوست میترسم کارگری که میاد به خاطر پول حقوقش نمیدن شیش ماه زندگیش را نمیره بدبخت زن بچه داره کرای خونه داره میگیرن اونو میبرن شکنجه میکنن این کجای دنیا همچی چیزیه که کارگر اعتراض بکنه بگه پول منو نمیدی بگیرن اینو ببرن شکنجه بکنن بزنن اینو نه پولش نمیدن هیچی بزنن تا حد مرگ خوش شما از این دولت چی انتظار دارین میخواین این دولت برای شما کار انجام بده حقیقتا ملت ایران شما نشستین که این دولت کاری برای شما انجام بده شما فکر میکنین که این دولت کاری برای شما انجام میده اینا فقط برای دزدی و خرابکاری اومدن اینا فقط برای نابود کردن ملت ایران و به ایران اومدن یک خامنه ای اون بالا نشسته دو هزار سواد هم نداره نشسته تمام پول ایران می مافیایی درست کرد از مافیای ایتالیا بالاتر از مافیای مکزیک بالاتر از مافیای کولومبیا بالاتر پولای ایران میدوزم میدم به همسایگان میدم به کردها میدم به ترکا میدم به آیسیس میدم به طالبان میدم به همه توریستا میدن که آشفت بازار بکنن منطقه رو خراب بکنن بعد ایرانی که حقیقتا ایرانی است که هم ایرانش دوست داره هم شخصیت داره هم سواد داره میاد بیرون با بی‌احترامی تمام همسایگان با احترامی تمام دنیا روبرو میشه نمیخوایم ما احترام داشته باشیم در تمام دنیا وقتی میایم بیرون از ایران به ما احترام بکنن پاسپورت ما رو ببینن پرد نکنن اونور بلکه یک مور بزنن بگم بفرما ویزیت بگن کشور ما رو برو به روزی افتادیم که تمام باسوادای ما بچه های ما مغز های ما اومدن توی کشورهای بلوک شرق که خودشون بدبختن هیچی ندارن بخورن پناهنده بشن اونجا خب ملت عوضی که پناهنده این کشورها بشین همه تو میلیونی ها میلیونی بیاین بیرون 50 میلیون آدم بیاین تو خیابون این رژیم بندازیم بهترین زندگی بزار ملت دنیا بیان اونجا براتون کار بکنن بزار ملت دنیا بیان ایران ویزیت بکنن پول بیارن اونجا خرج بکنن چرا ما فرار بکنیم از ایران بهترین دولت میتونیم بهترین حکومت میتونیم داشته باشیم و بهترین کشور داریم کشور ما در تمام همسایگاه همسایی که آید داریم ما, ما بالاتر از همه اونا هستیم از نظر ثروت از نظر از مغز از نظر سواد از نظر از از تکنولوژی از, از هر چی بخوایم مونتا نمیذارن شما نگاه بکنیم پنج میلیون آدمایی که اومدن مغزایی اومدن بیرون اینا حقیقتا مغزایی هستن که ایران تحول ایجاد میکنن ایران رو ایران از متحول میکنن اصلا, می اصلا ایران رو این رو رو میکنن با سواد خودشون بعد ببینین ایران چی میشه ببینین دست خدا وقتی تو ایران باشه ببینین ایرانتون چقدر عالی میشه که تمام دنیا حسرت بخورن که بیان ایران ما با افغانستان پناهنده میشیم الان نمیدونم به دوبیه پناهنده بشیم به بلوک شرق لیستان پناهنده شیم به نمیدونم کشورهای بلوک شرقی هم بدبخت بیچاره هم به سربستان نمیدونم بریم به همین کشورهای بدبخت بیچاره ای که الان جدا شدن از شوروی از روسیه جدا شدن باور بکنیم ملت فقط باور بکنین فقط یک بلیب میخواد به قول آمریکایی‌ها فقط یه باور میخواد باور بگونین که اینا افتادن شما میتونین پیروز بشین بدون خونریزی جونتون آزاد بکنین فرزندانتون آزاد بکنین هر لحظه نشینین شاید مرگ فرزندان خودت بشی از این بیهسی بیایم بیرون از این بیتفاوتی بیایم بیرون یک قدم تا پیروزی مونده یک قدم باور بکنین یک قدم مونده امیدوارم که سال 2019 سالی پر از برکت و آرامش و سلامتی برای هر ایرانی در تمام دنیا باشه به خصوص برای ایرانیایی که در ایران هستند ایمان دارم به چون در نام عیسی مسیح دعا دارم میکنم ایمان دارم که دست خداوند در کاره دوستتون داریم عاشق شما هستیم و عاشق ایران هستیم و میبینم که ایرانی سربلند به زودی زود سربلند و سرفراز میبینیم ایرانو پاینده باشین ملت ایران پاینده ایران پاینده ملت ایران درود به همه ملتی که این همه شکنجه و زج دیدن ولی باز استقامت کردن بدرود تا درودی دیگر تا هفته دیگر مرسی که ما رو نگاه کردیم